ابوالحسن بنی سعد در سال 1341 با عذرا حسینی ازدواج کرد. عذرا حسینی همسایه و همشهری بنی سعد بود که از همین طریق با همدیگه آشنا شده بودند. اونا بعد از ازدواج با کمک یکی از مؤسسان بنیاد فرهنگ ایران که رئیس شهبانو فرای پهلوی بود برای ادامه تحصیل بنی سعد به پاریس رفتن. حاصل این ازدواج دو دختر و یه پسر بود که اولین فرزند اونا یعنی فیروزه بنی سعد که در سال 1345 در پاریس متولد شد به خاطر ازدواجش با مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از دیگر فرزندان اون مشهورتر شد. ازدواجی که زیاد دووم نداشت و همه میگفتن که این ازدواج سیاسی برای محکم کردن رابطه پدرش با مسعود رجوی بوده. فیروزه بنی سعد با اینکه شخصیت سیاسی نبوده و نیست، اما این ازدواج در سن 16 سالگی باعث شد تا اسم اون در تاریخ معاصر ایران ثبت شده باشه. سلام. من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفاً در ادامه با من همراه باشین تا بیشتر با فیروزه بنی سعد آشنا بشین. ابوالحسن بنی سعد اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود که مخالف شاه بود و بعد هم مخالف آیت الله خمینی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای از دشمنان و مخالفان سرسخت اون بودند و در نهایت باعث عزل اون از مقامش شدند. تو تاریخ 3 خرداد 1360 بعد از درگیری حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق، همسر بنی سعد عذرا حسینی هم توسط ماموران حکومتی دستگیر شد و روز بعد در مجلس شورای ملی رأی عدم کفایت سیاسی بنی سعد صادر شد. بعد از این اتفاق بنی سعد به خاطر اینکه گروهایی به دنبال اعدام و قتلش بودن شروع به زندگی مخفیانه کرد تا اینکه یه روز بعد از جریانات 7 تیرماه و ترور محمد بهشتی و لو رفتن محل اختفای بنی سعد اون به سراغ مجاهدین خلق رفت و در نهایت روز سه‌شنبه 6 مرداد سال 1360 به همراه مسعود رجوی رهبر این سازمان توسط هواپیمای سلطنتی که خلبانی اون رو بهزاد موعظی، خلبانی که محمد رضا شاه رو در آخرین روزهای حکومت پهلوی از ایران خارج کرده بود، مجبور به ترک ایران شد و به فرانسه پناه برد. از همینجا زندگی تبعیدی ابوالحسن بنی سعد آغاز شد. همسرش که با اون از ایران خارج نشده بود به همراه پسرش علی که اون زمان 8 ساله بود همچنان در ایران به زندگی مخفیانه خودشون ادامه دادن. این در حالی بود که دو دختر اونها یعنی فیروزه و زهرا بنی صدر قبل‌تر برای ادامه تحصیل از ایران خارج و به پاریس رفته بودن. بعد از مدتی هم عذرا حسینی به کمک یکی از اقوامش از ایران خارج شد و به اونها پیوست. یک سال بعد از ترک ایران یعنی در سال 1361 فیروزه فقط چند ماه بعد از کشته شدن همسر اول مسعود رجوی یعنی اشرف ربیعی توسط نیروهای سپاه پاسداران با مسعود رجوی ازدواج کرد. فیروزه بنی سعد گفته که مهریه‌اش در ازدواج با مسعود رجوی استقلال و آزادی ایران بوده. خیلی‌ها این ازدواج رو یه ازدواج سیاسی و برای همبستگی و با هدف ائتلاف مستحکم‌تر بین ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی و یه ازدواج ایدئولوژیک می دونستن. به این دلیل که تو تیرماه 1360 بنی صدر به همراه مسعود رجوی شورای مقاومت ملی ایران رو تشکیل داده بود و بعد از خروج از ایران هم به دنبال این بودن که همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو برای سرنگونی نظام مستقر در ایران و ایجاد یک نظام دموکراتیک متحد کنن. اما بنی صدر زمانی که در برنامه‌ای از شبکه صدای آمریکا شرکت کرده بود این موضوع رو رد می‌کنه و میگه که مسعود انتخاب فیروزه بوده و دخترش برای ازدواجش استقلال کامل داشته. وقتی از اون می‌پرسن که آیا شما موافق این ازدواج بودین یا نه، در جواب گفته نه موافق نبودم و فقط به تصمیم دخترم احترام گذاشتم. اون در ادامه قرار دادن چنین مهریه‌ای و مایه افتخار برای دخترش فیروزه می‌دونست و گفت که حتی یک نفر هم در بین فرزندان مقامات جمهوری اسلامی پیدا نمیشه که چنین شرطی رو برای ازدواجش تعیین کرده باشه. به هر حال
فیروزه بنی صدر 16 ساله با مسعود رجوی که اون زمان 34 ساله بود ازدواج میکنه. ازدواجی که فقط 2 سال دووم میاره و اونا در سال 1363 از هم جدا میشن. این جدایی زمانی اتفاق افتاد که مسعود رجوی تصمیم گرفت فرانسه رو به مقصد عراق ترک کنه تا از طریق همکاری با دولت صدام حسین وارد فاز جدید مبارزه با جمهوری اسلامی بشه. تصمیمی که مورد مخالفت بنی صدر و دخترش قرار گرفت و چون مهریه فیروزه برای ازدواج با مسعود حفظ استقلال و آزادی ایران بود، طبیعتاً زمانی که مسعود دست به همکاری با عراق زد به منزله پس گرفتن مهریه بود و به همین دلیل از اون طلاق گرفت و ازدواج اونها فسخ شد. فیروزه در حالی از مسعود جدا شد که هیچ فرزندی از اون نداشت. بعد از این اتفاق بنی صدر هم از شورای ملی مقاومت ایران جدا شد و راهش رو از مسعود سوا کرد. فیروزه بعد از طلاق در فرانسه کنار پدر و مادرش موند و درس و تحصیلاتش رو ادامه داد. بعد از اون با پروفسور مهران مصطفی سرپرست دانشکده ی فیزیک شیمی پاریس ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یه دختر بود که در حال حاضر در فرانسه زندگی میکنه. در سال 1389 متنی از جلسه و دیدار فیروزه بنی صدر با بتول سلطانی یکی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در بعضی از سایت ها منتشر شد که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. تو اون جلسه بتول سلطانی مفصلا توضیح میده که مسعود رجوی از زنانی که به تشکیلات مجاهدین خلق ملحق شدن سوء استفاده جنسی میکنه. زنان رو مجبور به ازدواج یا طلاق اجباری میکنه و در ظاهر به دنبال دادن مسئولیت‌های سیاسی و تشکیلاتی به زنهاست، اما خودش رو یه جورایی مالک اونها میدونه. تو این جلسه فیروزه نسبت به شرایطی که زنها در سازمان مجاهدین خلق دارن و سرنوشتی که فرزندان اعضای سازمان دچار شدن ابراز تأسف میکنه و میگه سازمان مجاهدین خلق تبدیل به یه فرقه تمام عیار شده و مسعود رجوی هم رهبر این فرقه است. مگه فرقه اسماعیلیه نبود که رهبری این فرقه در ایام ماه رمضان همه ی مریدان خودش رو جمع کرد و گفت که به من وحی شده الان باید شراب بنوشیم و زنان و مردان با یکدیگر آمیزش جنسی داشته باشند. بنابراین آقای رجوی هم از این امر مستثنا نیست و عیناً مانند یک رهبر فرقه عمل میکنه و این روند قانونمند و تکاملی رشد یک فرقه است. فیروزه بنی صدر تو این جلسه اعتراف میکنه که زمانی که مسعود در پاریس بوده همه یه تلاشش رو کرده که اونو از رفتن به عراق منصرف کنه. اون گفته من و پدرم ساعتها گفتگو و بحث داشتیم با مسعود و اون رو از عواقب رفتن به عراق و همکاری با متجاوز برحذر کردیم. اون حتی میدونست که این عامل اصلی طلاق ما میشه، اما هیچ فایده ای نداشت و اون به صورتی دگم و هیستریک فقط دنبال مطرح شدن و قدرت در ایران بود. اون بر تصمیم گرفته شده خودش اصرار میورزید و همین عامل اصلی طلاق و جدایی ما شد. فیروزه بنی صدر در حال حاضر حدود 58 سال سن داره و تو فرانسه زندگی میکنه. اون به عنوان متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه فعالیت داره که اتفاقاً تو دوران شیوع ویروس کرونا هم بسیار پرکار بود و مصاحبه‌های بسیاری انجام داد. البته اظهار نظرهای اون درباره درمان این بیماری بسیار جنجالی شد و حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد. بعضی از پزشکان اون رو به تناقض‌گویی و بیسوادی تو این حوزه متهم کردن. نمیتونیم فیروزه بنی صدر رو یه فعال یا یه کنشگر سیاسی بدونیم، اما اون خیلی از فضای سیاسی دور نیست و درباره مطالبات زنان هم فعالیت‌هایی تو فرانسه داشته و هر از گاهی هم یادداشتی یا مصاحبه‌ای درباره وقایع سیاسی ایران داشته. مرسی که با این داستان هم همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از ما این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرهنگ نشدین با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پستای بعدی من باخبر.